فناوری پیشرفته. سیومین سال تأسیس سازمان یوریکا در کنار دریاچه شهر لوگانو در سوئیس برگزار می شود. یوریکا سازمانی برای تشویق نوآوری است که توسط رهبران فرانسه و آلمان تأسیس شد. برونو مور رئیس فعلی سازمان میگوید سال 1985 فرانسوا میتران و هلموت کول رهبران کشورهای فرانسه و آلمان با حمایت از ایده بنیادگذاری یوروکا تأسیس و شکل‌گیری سازمان را عملی کردند. یوریکا پروژه‌ای برای حمایت از تحقیقات و توسعه صنعتی در اروپا است. هدف آن بالا بردن تولید و رقابت از طریق ارتقاء فناوری است. شبکه در طول 30 دهه فعالیت با صرف 30 میلیارد یورو از بودجه دولتی و خصوصی به بیش از 2000 پروژه اقتصادی گوناگون بزرگ و کوچک کمک‌های قابل ملاحظه‌ای کرده است. برای آلمان یکی از حامیان یوروکا این پروژه کلید توسعه آینده است. وزیر آموزش و نوآوری آلمان میگوید یوریکا بودجه اولیه برای شروع پروژه را میدهد، بعد این پروژه باید همان مقدار پول را برگرداند. به همین دلیل پروژه های یوریکا باعث بالا رفتن میزان مشارکت و کمک های متقابل میشود. این بالاترین ارزش یوریکا است. بدون پژوهش و نوآوری نمیتوانیم در رقابت های جهانی دوام بیاوریم. موفقیت و آینده ما باید بر اساس فناوری و خدمات تازه بنا شود. یوریکا در پرتغال از تولید مهمترین محصول کشاورزی کشور حمایت کرده است. یکی از محبوب ترین مواد خوراکی و محصولات کشاورزی دنیا گفته می شود برای سلامتی بسیار مفید است. دلیل آن وجود ماده‌ای به نام لیکوپین است. اما مشکل پیدا کردن بالاترین میزان این ماده در گوجه است، برای اینکه هزاران گونه و انواع مختلف گوجه در سراسر دنیا کاشته می شود. لیکوپین رنگ قرمز گوجه را به وجود می آورد. در برخی از پژوهش‌ها به ضد سرطان بودن این ماده اشاره شده است. پرتغال و ایالت کالیفرنیا در آمریکا بزرگترین تولید کننده گوجه در دنیا محسوب می‌شوند. در این مرکز کشت صنعتی گوجه در استوبال در جنوب پرتغال که از پروژه‌های مورد حمایت یوروکاست، میزان لیکوپن گوجه با اشعه لیزر اندازه‌گیری می‌شود. مدیر این مرکز میگوید چندین سال است که برای بالا بردن میزان لیکوپن گوجه کار میکنیم. این گام بسیار مهمی در فعالیت ماست، برای اینکه در طول فرایند میتوانیم میزان لیکوپن را اندازه‌گیری کنیم. پیشتر میبایست برای تجزیه گوجه مراحل تولید را متوقف میکردیم. من معتقدم با نوآوری می توانیم 3 سال از دیگران، از تولید کننده ها یا کشورهای دیگر جلوتر باشیم. اگر این نوآوری را همیشه ادامه بدهیم، به مرحله ای می رسیم که دیگران نمی توانند از الگوی ما نسخه برداری کنند. یوریکا همزمان با بزرگداشت فعالیت 30 سال گذشته برای آینده نیز آماده می شود. سال آینده سوئد ریاست ادواری یوریکا را به عهده دارد. وزیر نوآوری سوئد میگوید که از مشکلات ما در اروپا بیکاری و کندی رشد اقتصادی است. امیدواریم جوانهای بیشتری در شرکت‌های کوچک یا متوسطی که از منابع یوریکا برخوردارند کار پیدا کنند.